بیدار شدن، سری رفتن به دستشویی، موقع ترک خونه سری یه چیزی خوردن و با عجله سر کار رفتن. چرا؟ چون خیلی دیر شده. برای یه مدت خیلی طولانی صبح من معمولاً این شکلی بود. ولی یه روز تصمیم گرفتم تا برنامه صبحگاهی میلیونرا رو اجرا کنم و واقعاً زندگی ما عوض کرد. سلام و درود میگم. سیاوش پاکزاد هستم و به واو ساکسس خوش اومدین. حالا دوست دارین در مورد این برنامه و کارهایی که من کردم همه ی جزئیاتشو بدونین؟ پس بذارین برگردیم از اول شروع کنیم. شنیدین که میگن صبح مهمترین بخش روزه؟ صبحای من همیشه خیلی شلوغ بود. نمیتونستم به کارام سر و سامون بدم. بنابراین به جای اینکه بیشترین سود از این ساعتهای اولیه نصیبم بشه، مجبور بودم خواب‌آلود و با عجله برم سر کار. واضحه که این صبح‌های آشفته ادامه روزم رو هم خراب می‌کردن و نهایتاً خسته و عصبانی از دست خودم برمیگشتم خونه. یه روز برنامه صبحگاهی داغونم ارائه کاریمو خراب کرد و تصمیم گرفتم که دیگه شرایطو عوض کنم. اون روز خیلی بد سر کار تحقیر شدم. هنوزم حتی فکر کردن به اون روز اذیتم می‌کنه. اون روز وقتی برگشتم خونه با خودم گفتم بالاخره باید یه راه بهتری هم باشه. درسته؟ یکم توی اینترنت گشتم و دقیقاً همون چیزی رو که دنبالش بودم پیدا کردم. برنامه صبحگاهی میلیونرها. ظاهراً پولدارا بخش بزرگی از موفقیتشون رو مدیون برنامه صبحگاهیشون هستن. اگه شما هم همه بخشاش رو انجام بدین، میتونین روزتون رو ریلکس، سرحال و با انگیزه شروع کنین. حالا بیایید با هم دیگه ببینیم که من از روز اول چی کار کردم. توی دوران آزمایشی من این کارا رو انجام میدادم. اول از همه باید زودتر از خواب بیدار میشدم، وگرنه امکان نداشت بتونم قبل از رفتن سر کار همه مراحل رو تکمیل کنم. تیم کوک، ریچارد برانسون و خیلی از افراد موفق دیگه سحرخیزن. بنابراین از اون لحظه به بعد آلارمم رو روی 5:30 صبح تنظیم کردم. مرحله بعدی مدیتیشن بود. مدیتیشن صبحگاهی امکان ارتباط با خودتون و شروع پر انرژی روز رو فراهم میکنه. بعدش خوبه که یه ورزش آسون و 2-3 دقیقه انجام بدین. نیاز نیست حرکات عجیب و غریبی بزنین. فقط چند تا حرکت کششی و شنا رفتن برای بیدار کردن بدن بعد از خواب خوبه. بعدش میرسیم به بخش همیشگی برنامه صبحگاهی که همه انجامش میدن. یعنی دوش گرفتن، شستن صورت، مسواک و برای من اصلاح کردن. بعد از تکمیل اون بخش باید صاف میرفتم به آشپزخونه، یه فنجون چای خوشمزه برای خودم درست میکردم و فهرست کارهای روزانه رو مینوشتم، از جمله اهداف شخصی و وظایف شغلی. و بعد وقت رفتن به سر کار بود. حالا که برنامه صبحگاهیم شکل گرفته بود و دفتر برنامه ریزیم رو هم خریده بودم، بالاخره زمان شروع زندگی به سبک میلیونرا رسیده بود. راستشو بخواین، چند روز اول این کار برام مثل کابوس بود. من شبا خیلی دیر میخوابیدم. بنابراین بیدار شدن دقیق طبق برنامه برام تقریبا غیر ممکن بود. در نتیجه چند روز اول کار زیاد تغییری نکردم. بیدار میشدم، میدویدم تو دستشویی، سری از خونه میزدم بیرون و سر راه یه شیر کاکائو میگرفتم و میگفتم که ایشالله سر وقت برسم سر کار. اما بالاخره روز چهارم تونستم خودم رو جمع جور کنم و برنامه خوابم رو تنظیم کردم و کم کم درست طبق برنامه از خواب بیدار میشدم. مدیتیشنم اولش خیلی راحت نبود. من تا الان مدیتیشن نکرده بودم. وقتی سعی میکردم درست مدیتیشن کنم، اونقدر ریلکس میشدم که دوباره صاف میرفتم تو تخت. بعد از امتحان کردن کلی تکنیک، متوجه شدم که با تنفس عادی از همه چی راحت ترم. بعضی وقتا از این زمان برای تصویرسازی رویاهام استفاده میکردم. شخصیتی رو که دوست داشتم بهش تبدیل بشم و تصور میکردم و البته جوابم داد. برای این کار میرفتم میشستم وسط آشپزخونه. چشامو میبستم و سعی میکردم آروم نفس بکشم. بعد خودم رو تو حالتی تصور میکردم که به اون کسی که میخوام تبدیل شدم. یه جوری حالت پرواز بود برام. هر روز به سطح جدیدی از توازن درونی میرسیدم و درک بهتری از زندگی ایدئال خودم پیدا میکردم. این کار درک مراحل لازم و برای تبدیل این تصویر به واقعیت خیلی آسون تر میکرد. حالا میرسیم به ورزش. من با یه ورزش کوچیک و سریع مشکلی نداشتم و ندارم.
ورزش باعث می شد ارتباط بیشتری با جسمم برقرار کنم و قبل از دوش گرفتن یکم از خستگی و کوفتگیم رو کم می کرد. راستی، من دوش آب سردم امتحان کردم. می دونم، حتی فکرشم ترسناکه. اما در واقع دوش آب سرد ضربان قلب رو بالا می بره و خون رو به سراسر بدن هل می ده. این روند بدنتون رو کامل از خواب بیدار می کنه و همچنین ذهنتون رو هم خالی می کنه. من بهتون پیشنهاد می کنم انجامش بدین. ولی اگه براتون مشکله به خودتون زیاد فشار نیارین. مرحله بعدی بخش مورد علاقه من از برنامه صبحگاهیه. یعنی نوشتن فهرست کارهای روز که خیلی دلگرم کننده و انگیزه بخشه. تقریبا از روز دهم به بعد من هر روز دو تا فهرست می نوشتم. یکی برای اهداف شخصیم و یکی هم برای وظایف و مسئولیت‌های شغلیم. از طرفی یکم که بیشتر توی اینترنت چرخیدم دو تا فهرست دیگم به برنامه صبحگاهیم اضافه کردم. یه فهرست برای اهداف حسی و یه فهرستم برای اهداف وجودی. این تجربه باعث رشد شخصی من شد و باعث شد هر روز نسخه بهتری از خودم بشم. همین یه تغییر ارزش کل سختیشو داره. اگه فکر میکنین که آخر هفته ها به خودم تعطیلی میدادم، باید بگم که سخت در اشتباهین. امکان نداشت که دوباره به روال قبلیم برگردم. تو این روز در کنار تکرار برنامه جدید و هیجان انگیزم به ایده های جدید کاریم هم میرسیدم. به غیر از اون حتی میرسیدم کتابم بخونم. حدوداً اواسط تجربم با مدیریت زمان آشنا شدم. مدیریت زمان یک کشف جدید و فوق‌العاده برای من بود. بنابراین برنامه صبحگاهیم دوباره یکم تغییر کرد. به جای نوشتن فهرست کارا، با روش‌های مدیریت زمان روز رو سامان می‌دادم که این کار زندگی ما از قبلم آسان‌تر کرده بود و الهام بخش رسیدن به سطح جدیدی تو کارا حرفم شد. زمانی که برای پیشرفت شغلی راهی پیدا کردم، یه عادت دیگم به برنامه زندگی شخصیم اضافه کردم. یعنی نوشتن صفحات صبحگاهی. توی این روش باید اول صبح حداقل یه صفحه از کل افکارتون رو چه بسا عجیب و غریب ولی بنویسین. مثلا فکرتون راجع به زندگی چیه؟ محیط کارتون چه حسی بهتون میده؟ چه حسی راجع به همکاراتون دارین و خیلی چیزای دیگه. من قبل از مدیتیشن این کار را انجام میدادم و سر شب دوباره اونا رو میخوندم. این جریان بی پایان از خودآگاهی چشممو به روی مشکلات شخصی زیادی باز کرد. مشکلاتی که اصلا نمیدونستم دوچارشم. فقط با 10 روز انجام این تمرین راه بهبود سلامت روانیمو فهمیدم و به توازن درونی و اعتماد به نفسی رسیدم که همیشه آرزوشو داشتم. البته اینم بگم، من قبلشم آدم کم اعتماد به نفسی نبودم. این مقوله تو من ذاتیه. همه این قدمای کوچیکو وارد برنامه روزانه مدیریت زمانم کردم، درست مثل وظایف شغلی. بنابراین در زمینه مدیریت زمانم کم کم به همین سمت حرکت کردم. اصلا آسون نیست و هنوزم از هدف نهاییم خیلی فاصله دارم، اما دارم به سمتش حرکت میکنم. شاید هدفم زیادی بزرگه، ولی خب میدونم که ارزششو داره. بالاخره با کلی بالا و پایین کردن و تحلیل اینکه چه کاری برای من بهتره، یه ماه تمام این روتین صبحگاهی رو انجام دادم. راستشو بخواین یکی از عالی ترین تجربه های زندگیم بود و چشممو به فرصت ها و راه حلای زیادی باز کرد که قبلا متوجهشون نبودم. و البته که انجام این برنامه صبحگاهی رو تا امروز متوقفش نکردم. هنوزم از مدیتیشن صبحگاهی، نوشتن صفحات صبحگاهی، ورزش و مدیریت زمانم لذت میبرم. البته تو این مسیر چند تا قانون شخصی هم برای خودم ساختم. اگه بخواین با من هم سفر بشین، این قانونا میتونه کمکتون کنه. اول از همه یه دفتر قدردانی داشته باشین. همونطور که احتمالاً تا الان فهمیدین، من طی این تجربه خیلی به دفترهای مختلف علاقه‌مند شدم و اصلاً هم پشیمون نیستم. چون نوشتن افکارم به شکل دادن به زندگیم خیلی کمک کرده. میگن بنویس تا اتفاق بیفته. قدردانیم به همین شکله. من به این میگم بنویس چون اتفاق افتاده. عادت کنین که سر شبا چیزایی که براشون قدردان هستین و بنویسین. بعدش موقعی که حالا احوالتون خوب نیست و سر دماغ نیستین، فقط کافیه که این دفتر رو باز کنین. قطعاً باعث میشه یه لبخند بیاد رو لبتون. قانون بعدی هم اینه که آب زیاد بخورین.
آخرای تجربه‌ام یه جایی خوندم که نوشیدن یه لیوان آب قبل از صبحونه باعث میشه دستگاه گوارش بیدار بشه و به خوبی برای طول روز تنظیم بشه. با شروع این کار بلافاصله تفاوت رو حس کردم. همین تکنیک ساده باعث میشه حس سبکی کنین و از پرخوری و صبحگاهی اجتناب کنین. بدنتون قطعاً برای انجام این کار سپاسگزارتون میشه. قانون بعدی هم غذای روحه. همش راجع به کار و پیشرفت حالا بهتون گفتم. ولی نباید فراموش کنین که جسم و مغز من و شما فقط با غذا و خواب شارژ نمیشه. ما روح هم داریم. اون روح و روانمون نیاز به تفریح داره. نیاز داره تا ما ببینیمش. پس هر زمان که تایم داشتین حتی کم ازش استفاده کنین و یه تفریح یا سرگرمی خوب داشته باشین. حالا این میخواد فیلم دیدن باشه یا بیرون رفتن با خانواده و دوستان یا مسافرت رفتن. اینو من تو برنامه‌م گنجوندم. زندگی همش کار نیست. من و شما حق داریم و باید از زندگیم لذت ببریم. حالا هر کی به سبک و سیاق خودش. این بود قوانین برنامه صبحگاهی من. اما شما میتونین قوانین خودتون رو داشته باشین. ساعت‌های صبحگاهی باید شما رو هر روز به یه آدم بهتر تبدیل کنه. برید جلو. حتما موفق میشین. من که شک ندارم. حالا یه سوال ازتون دارم. آیا عادات اثر بخش دیگه‌ای میشناسین که من بتونم وارد برنامه صبحگاهیم کنم؟ اونو تو بخش کامنت‌ها برام بنویسین. ممنونتون میشم. در آخرم یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بگذارید و سابسکرایب هم فراموش نکنید. برای بررسی 11 روش ژاپنی‌ها برای مقابله با تنبلی بهتون پیشنهاد میکنم حتما این برنامه جذاب رو ببینید. یادت باشه نقطه آغازین زندگی ما تحوله نه تولد. زندگی بدون چالش هیچ حاصلی برای شما نداره. پیروز و سلامت و سربلند باشین.